خط مهمترین ها. نزدیکی امریکا و هند برای نظارت از اقدام‌های پاکستان. رهبران امریکا، هند، استرالیا و ژاپن به توافق دست یافتند که اقدام پاکستان و هراس افغانان در افغانستان را زیر نظر داشته باشند. نگرانی پاکستان از بحران انسانی ناشی از فقر. If we neglect Afghanistan right now, عمران خان: در صورت نادیده گرفته شدن افغانستان، شمار افراد نیازمند در این کشور به 90% می‌رسد. نمایندگی پرحاشیه در سازمان ملل. فرستاده پیشین افغانستان برای سازمان ملل روز دوشنبه در نشست رسمی نهاد سخنرانی می‌کند. و پایان سفر سیاسی 16 ساله انگلا مرکل. سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5:31 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. رهبران کشورهای آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن توافق کردند هر اقدام پاکستان در برابر افغانستان و نیز گروه‌های راس افغان را زیر نظر داشته باشند. در اعلامیه پایانی نشست رهبران این چهار کشور تاکید شده است که هیچ کشور نباید هراس افغانان را پشتیبانی مالی، لوجستیکی و نظامی کند. رهبران چهار کشور همچنان توافق کردند تا استراتژی‌های سیاسی، اقتصادی و بشری خود در قبال افغانستان را با هم هماهنگ و به اجرا بگذارند. همزمان وزارت دفاع آمریکا میگوید با پاکستان در گفتگوند تا فعالیت هراس افغانان در مرز این کشور با افغانستان را از خاک این کشور نظارت داشته باشند. بهاءالدین انصاری گزارش می‌دهد. گرد آمدن رهبران آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن در نشست زیر عنوان کواد در کاخ سفید. در کنار موضوعات دیگر، هماهنگ کردن همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری به افغانستان از محورهای بحث رهبران این چهار کشور بوده است. در این نشست همچنان توافق شده که اقدام‌های پاکستان در برابر افغانستان زیر نظر باشد. نخست وزیر هند گفته است پاکستان تسهیل کننده تلاش‌های صلح و ثبات در افغانستان نیست، بلکه محرک برخی از مشکلات در افغانستان است. گروه‌های هراس افغان که در پاکستان فعالیت دارند از پاکستان خواسته شد وارد اقدام شود تا این گروه نتوانند تهدید را متوجه امنیت آمریکا و کشورهای منطقه به شمول هند کند. و نیز توافق شد تا چگونگی پشتیبانی پاکستان از این گروه ها را زیر نظر داشته باشند. رهبران هند، آمریکا، استرالیا و ژاپن در پایان دیدارشان در کاخ سفید اعلامیه مشترک هم صادر کردند. در اعلامیه آمده است که هیچ کشور نباید دست به تمویل مالی، لوجستیکی و نظامی هراس افغانان در داخل افغانستان بزنند تا به زعم آنان گروه‌هایی که همکنون در افغانستان فعالیت می‌کنند نتوانند حمله دیگری علیه کشورهای منطقه و جهان انجام دهند. ما تأکید مجدد بر این موضوع داریم که قلمرو افغانستان نباید تهدید علیه هیچ کشوری باشد و نه این کشور مکان برای آموزش و فعالیت گروه‌های هراس افغان باشد و نیز اجازه داده نشود هراس افغانان کمک‌های مالی و نظامی دریافت کنند. شهاب الدین دلاور از اعضای رهبری طالبان اما تاکید می‌کند که اجازه نمی‌دهند از آدرس افغانستان امنیت هیچ کشور در منطقه و جهان تهدید شود و نیز خواهان روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه و جهان هستند. مگه اطمینان در کو گاونډیانو ته سیمه ایزو ته ټولې دنیا ته چې د افغانستان خاوره د چا په ضد نه استعمالیږي هیچ چا ته موږ اجازه ورنکو. همزمان وزارت دفاع امریکا میگوید با پاکستان در گفتگو هستند تا فعالیت هراس افغانان در مرز این کشور با افغانستان را از خاک این کشور نظارت کنند. ما گفتگو با پاکستان در خصوص تهدیدهایی که در مرزهای این کشور با افغانستان موجود است را ادامه می دهیم. رسیدگی به این تهدیدها به نفع هر دو کشور است.
با این حال وزارت دفاع آمریکا همچنان میگوید حمله های هوایی که اگر قرار باشد علیه گروه های حراس افغان در افغانستان انجام شود با طالبان هماهنگ نخواهد شد. جان کربی سخنگوی پنتاگون میگوید نیروهای نظامی این کشور برای حملات هوایی در افغانستان اختیار کامل دارند و نیاز به هماهنگی با طالبان نیست. بدون اینکه بخواهم درباره جزئیات مربوط به حمله های هوایی اظهار نظر کنم، باید بگویم که در حال حاضر نیازی به هماهنگی با طالبان نیست و نمیتوانم تصور کنم که در آینده هم حمله های ضد حراس افغانی منوط به اجازه آنها باشد. آقای کربی در پاسخ به سؤال درباره احتمال هدف قرار گرفتن پهپادها یا نیروی هوایی آمریکا از طرف طالبان گفته در هر عملیات همه عوامل در نظر گرفته می شود. اگر جهان افغانستان را نادیده بگیرد تا یک سال دیگر شمار افراد نیازمند به 90% خواهد رسید. عمران خان نخست وزیر پاکستان میگوید که جامعه جهانی باید با دولت کنونی افغانستان همکاری وان را تقویت کند. نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل میگوید که اگر جهان افغانستان را نادیده بگیرد این کشور بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان جهانی بدل خواهد شد. عمران خان تاکید دارد که پاکستان نقش در فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان و برگشت دوباره طالبان به قدرت ندارد. تلاش پاکستان برای جلب توجه جهانی به پشتیبانی از دولت تازه در افغانستان. این کشور که سالهاست به ایجاد ناامنی و دخالت در امور داخل افغانستان متهم بوده، حالا از جامعه جهانی میخواهد افغانستان را فراموش نکند. نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید دارد که اگر جهان به افغانستان توجه نکند تا یک سال دیگر 90% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار میگیرند. اگر ما حالا افغانستان را نادیده بگیریم، به گفته سازمان ملل حالا نصف جمعیت افغانستان آسیب پذیرند و به کمک نیاز دارند. اما در سال آینده تقریبا 90% مردم افغانستان زیر خط فقر خواهند رفت. این یک بحران عظیم انسانی است که در حال اتفاق افتادن است. این یک تهدید جدی نه تنها برای همسایه های افغانستان بل برای تمام منطقه و جهان خواهد بود. عمران خان میگوید جامعه جهانی باید بداند که پاکستان هیچ نقشی در فروپاشی ارتش و نیروی 300 هزار نفری و همچنان سقوط دولت در افغانستان ندارد. نخست وزیر پاکستان تاکید دارد برای این که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن حراس افغانان جهانی بدل نشود، جهان باید از دولت تازه افغانستان پشتیبانی کند. تنها یک گزینه وجود دارد. ما باید دولت کنونی افغانستان را تقویت کنیم و به خواست مردم افغانستان آن را پایدار بسازیم. طالبان چی تعهد کردند؟ آنها به حقوق بشر احترام می‌گذارند. حکومت همشمول خواهند ساخت. آنها اجازه نخواهند داد که گروه های حراس افغان از خاک افغانستان استفاده کنند و آنها عفو عمومی اعلام کردند. در همین حال محمود صیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل اظهارات عمران خان در مورد افغانستان را یک دروغی آشکار خوانده است. آقای صیقل گفته آنچه عمران خان در مورد افغانستان بیان کرد دروغ است. پاکستان حکومت جمعید امریکا غربیان ناتو دی تور لاس یو کړو خپل پخوانی ولسمش د دوی په هلیکوپټر کې لاګ نووت د حاله د فضا یا سقوط یا دی پوزیانو د دریس او اردو د هم ګډوډ کېدل د دې لوی برنامه او دا کار تقریبا تر دې بریده کامیاب شوی دی خو موږ هیله کوو طالبان چې بیرته دا وړتیا پیدا کړي چې دا نظم بیرته اعاده کړي. حالا به نظر می رسد که پاکستان به دایه مهربان تر از مادر به افغانستان بدل شده. اما در سالیان پسین این مداخله بیرونی ها بوده که افغانستان با چالش های جدی روبرو شده است. امریکا دو مجوز عمومی برای تسهیل ارتباط مالی با افغانستان را صادر کرد. وزارت خزانه‌داری امریکا گفته است که این دو مجوز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ضروری است. این کمک‌ها شامل صادرات غذا، دارو و سایر موردها است. دولت تازه تشکیل افغانستان از این اقدام امریکا استقبال می‌کند و خواهان برداشتن تمامی تحریم‌ها است. شمار از آگاهان اقتصادی می‌گویند که جامعه جهانی مجبور است با طالبان وارد تعامل شود. گام تازه امریکا در همکاری با دولت تازه افغانستان.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که سازمان‌های جهانی و حقوق بشری می‌توانند در روند کمک‌رسانی بشری در افغانستان دخیل شوند و کمک‌های از نوع کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات طبی را به مردم افغانستان برسانند. با آنکه آمریکا تأکید کرده که تحریم‌ها بر طالبان پابرجاست، اما شماری از آگاهان اقتصادی به این باورند که آمریکا و جهان مجبورند با طالبان وارد تعامل شوند. بالاخره جهان و خصوصاً ایالات متحده آمریکا مجبور هستند که با افغانستان تعامل بکنند. از طرف دیگه پیشنهاد کشورهای منطقه خصوصاً چین، روسیه و پاکستان آمریکا را ممکن متقاعد ساخته باشد تا در قسمت ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان‌ها و نهادهای خیریه اقدام بکنه. پس از فروپاشی دولت در افغانستان، جامعه جهانی کمک‌هایش را به افغانستان متوقف کرد. حالا دولت جدید افغانستان از اقدام آمریکا مبنی بر تسهیل ارتباط مالی استقبال می‌کند و خواهان برداشتن تمام تحریم‌ها است. کار خوبی است چون افغانستان در یک وضعیت سخت قرار دارند، یک تحول قوی رخ دادند. نگه بینند ملت باید مطمئن باشند از طرف جامعه جهانی و کشورهای منطقه که کمک میان به کسانی میرسند که مستحقشان باشند. از سوی هم اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که یک گزارشگر ویژه حقوق بشری در افغانستان تعیین شود تا وضعیت حقوق بشری را در این کشور رصد کند. بیشتر گزارش های از کشتار غیر نظامیان در افغانستان به ویژه در پنجشیر منتشر شده بود. اتحادیه اروپا گفته که هدف از تعیین چنین گزارشگر الزام این کشور به حفظ تعهدهای بین المللی است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که قرار است غلام محمد اسحاق زئی فرستاده پیشین افغانستان در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند. آقای اسحاق زئی به روز دوشنبه هفته روان به نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل سخنرانی میکند. پیشتر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان خواستار سخنرانی در گرد همایی رهبران جهان در سازمان ملل شده بود. از سوی دولت تازه افغانستان سوهیل شاهین را به عنوان فرستاده افغانستان در این سازمان معرفی کرده است. این در حالی است که فرستاده میانمار به دلیل کودتای نظامی و براندازی حکومت منتخب در آن کشور از لیست سخنرانان حذف شده است. اما تا زمانی که کمیته های مربوط در سازمان ملل در مورد اعتبارنامه نماینده افغانستان و میانمار تصمیم نگرفتند، فرستادگان افغانستان و میانمار در کرسی های خود میمانند. بیشتر بحث میکنیم. آقای طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی از سوئیس روی خط اسکای با ما وصل هستند. فرهادی صبح سلام، وقت شما بخیر. ممنون از اینکه فرصت گذاشتند. با باور شما سخنرانی فرستاده پیشین در مجمع رسمی چی پیام داره؟ خوب نشان میده که ملل متحد یک بیوروکراسی است. بخاطر تا جایی که ما اطلاع داریم و تا جایی که شما اطلاع دارید، طالبان تمام افغانستان کنترل میکنه. پس این سفیر که خود سفیر میگه نمایندگی از کی میکنه؟ از یک حکومت خیالی میکنه. اگر فردا نطق میکنه، یک چیزی که من میخوایم از پیشش بشنوم این است که در این حالتی که افغانستان در فقر بسر میبره، رئیس جمهور سابق افغانستان و معاونینش که پیسای افغانستان و سرقت بردن در کجا هستن و پولها در کجا هست؟ درست. فرهادی صاحب، به باور شما چرا جهان چنین تصمیم را گرفته؟ این یک مسئله تکنیکی ملل متحد بود که کمیته اعتبارنامه ها قبل از اینکه افغانستان سفیر نو خود معرفی کنه نشست کرده بود و نخواست که در 3-4 روزی که مانده بود یک تصمیم دیگر بگیره. اما بعد از اینکه این نطق فردا ارائه میشه، در حقیقت این آدم نماینده خود است. معلوم هم نیست که همون کسایی که روانش کردن در اونجا اونا در کجا هستن، اشرف غنی در کجاست، معاونینش در کجاست، پولها در کجاست و حیث نماینده خود میتونه که بره در هر جای در رسانه گپ بزنه، اما نماینده افغانستان دیگر نیست. و اگر در اقامتگاه سفیر افغانستان در نیویورک فعلا زندگی میکنه، باید با مردم افغانستان کرایه بفرسته از زندگی رایگان خود در او اقامتگاه. درست. با باور شما پیام این برخورد برای کابینه سرپرست افغانستان چی است؟ برای کابینه سرپرست افغانستانی است که حکومت باید فراگیر شود. فعلا به صورت یک واقعیت طالبان
در همه وزارت ها هستند، در افغانستان استقرار دارند درش و حکومت مقتدر افغانستان طالبان هستند. ما این را باید به حیث یک حقیقت قبول کنیم. جنجال موقت طالبان خلاص نمیشه. جنجال موقت طالبان نیست که حکومت باید فراگیر بسازند، دیگران به حکومت شامل شوند، کسانی که طالب نیستند در حکومت شامل شوند، مردمی که از افغانستان هستند به حساب تخصص در حکومت شامل شوند، حقوق زنان در حکومت زیادتر تضمین شوند و این چیزها را که طالبان بکنند دلیلی نیست که سفیرشان در ملل متحد قبول نشد در مدت، یعنی دو سه ماه بعد از اینکه این کمیته اعتبارنامه ها دو سه دفعه دیگر نشست کنه، آخر سفیری که حکومت فعلا در افغانستان است در اونجا قبول میشه. درست. من برای شما گوشزد کنم که سفیر کارش چی است. سفیر کارش ایست که با پایتخت یک رابط باشد. رابط ای آدمی که فردا گپ میزنه در نیویورک، ای خود کسی تلفنشون در پایتخت جواب نمیده، ای به درد کی میخوره؟ به درد ملل متحد نمیخوره. ملل متحد 1.2 میلیارد دلار کمک در افغانستان میخواه مصرف کنه و در نمایندگی های افغانستان در ملل متحد باید کسانی باشند که رابط باشند با حکومت مقتدر در کابل. درست. فرهادی صاحب چی فکر میکنین؟ آقای اسحاق زئی چی پیام بر جهان خواهد داشت روز دوشنبه؟ تمام چیزهایی که میگه ما میفهمیم، چیزی که نمیفهمیم و ما بسیار علاقه دارم موضوع بشنوم است که رئیسش کجاست، معاونینش کجاست و چند پول گریختاندن از افغانستان به اون پولها در کجاست که در این حالت فقر افغانستان به اون پولها ضرورت داره. درست. با عنوان جنبندی جهان چی باید کنه؟ جهان یکی کشورهای جهان است که شرایط خود دارن که طالبان میشناسن یا نه. شرایط هر کشور فرق میکنه. در طول مدت شاید بعضی کشورهایی که حتی عضو شورای امنیت هستند طالبان بشناسند، شرایط خود بسیار واضح در سفر آخر که نمایندگانشان آمده بود، سمیر کابولوف، صادق خان آمده بود و فکر میکنم که از چین هم کسی آمده بود، اونا برای طالبان گفتند که حکومت فراگیر بسازین، حکومت اگر فراگیر بسازین ما شما را میشناسیم، به خاطر که ما باید یک پارتنر و شریک امنیتی در منطقه باید که شما مراوده کنیم. و ملل متحد هم یک بیروکراسی است، قسمی که دیدن کالتی یک حالت عجیب شده که یک آدم در اونجا گپ میزنه که رئیس جمهور فراری را تمثیل میکنه، نمایندگی میکنه و در آینده هم نماینده طالبان را به حیث سفیر قبول میکنن. ملل متحد رئیس سازمان صحت جهان آمد با طالبان دید، رئیس کمیساری مهاجرین آمد با طالبان دید و معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک های بشری آمد و با طالبان دید. این نشان میده که ملل متحد هم تمایل داره که با طالبان رابطه کاری داشته باشه. بسیار تشکر آقای طارق فرهادی، آگاه سیاسی از سوئیس. در ادامه هم افزایش روزافزون بهای مواد خوراکی و مواد سوختی شهروندان کابل را سخت نگران ساخته است. شمار از شهروندان میگویند از یک سو توزیع پول نقد ناکافی از سوی بانک ها، از سوی همبلند رفتن بهای خواربار آنان را در یک تنگنای تکان دهنده قرار داده است. برخی از شهروندان بازرگانان را به احتکار و گرانفروشی متهم میکنند. اما کابینه سرپرست به نشانی بازرگانان پیام میفرستد تا دست از احتکار بردارند. بشیر احمد شیرزاد گزارش میدهد. افزایش و بی‌ثباتی در بهای خواربار و مواد سوختی بزرگترین نگرانی شهریان پایتخت در هفته های پسین. شماره از شهروندان در کابل با نگرانی میگویند برخی بازرگانان از وضعیت پیش آمده استفاده کرده دست به احتکار میزنند. ما از این تاجر خود خواهش میکنم که بلیاد خدا مسلمان اگر هستین صحیح مسلمان شوین، اگر صحیح مسلمان نمیشن نصارا شوین. نصارا از شما که بسیار مردم های خوب بودن، دوستل رحمی داشتن، دلسوزی داشتن، ولی اینا سر مردم غریب و بیچاره خود دلسوزی نمیکنن. فقط همین ماشین حساب در دستشان است، ترق پرق جمع میکنه چند میشه نق خلاص. این شهروندان از حکومت فعلی میخواهند تا در زمینه کنترل نرخ‌های مواد ارتزاقی و سوختی برنامه جدی را روی دست گیرند. با باور آنان بهای خواربار و مواد سوختی به گونه کمرشکن رو به افزایش است. اگر دولت میخواهد که تجاره را آرد و روغن و دیگر کارا را ارزان و اینچه را بسازد، اگر نسازد ملت
دیگه از گشنگی و تشنگی میمرن. حتی اولادای خودم برنده در فروش انداختن. به خدا باور کنن در زیرای خیمه ایش پرکشر نه برن اولادای طفلکا را میفروشن. دیگه جای فروشن دیگه مردم از فقر و گشنگی در بدر شدن. خاک بسر شدن. فروشندگان خواربار توزیع ناکافی پول نقد از سوی بانک ها، بند بودن روند ارسال پول به کشورهای بیرونی از کشور و بی‌ثباتی پول دلار در بازارها را سبب بلند رفتن بهای خواربار و مواد سوختی می دانند. دولت باید این حالات بسیار اساس و قوی باید خود ثابت بسازد. ثابت گام باشه، باید برای مردم مال مهیا کنه، برای مردم پول ارسال کردن مهیا کنه. محتبه معتبرترین گپ اینی است که بانک‌ها باید زودتر زود فعال شود. اگر نشوه حالات را ببینیم که پیسہ د جیب می باشه جنس گیر نه بیا. قیمتونه ډیر جګدی دلته ټول مال په ډالر د اصل افغانۍ ته څو ارزش نه ورکوي. مونږ چلته د غټو غټو دکانونو شرکتونو مال خلو مونږ ته جدا ته افغانۍ دلته اصل نه چلی واشه ډالر اوري په ډالر او چې زر کی وړ 2000 اصل تمامږي غوړی په 2200 تمامږي نرخونه جګدی دا په څو مونږه خرڅ کو پښتنه نشته روز به روز نرخ جګیږي. کابینه سرپرست هم مسدود بودن ذخایر پولی کشور از سوی امریکا را سبب بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دانسته، از بازرگانان و فروشندگان می‌خواهد در این روزهای سخت نرخ‌ها را بلند نبرده احتکار نکنند. کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان تاکید دارد که به احتمال زیاد تا روزهای نزدیک یک کمیسیون ویژه برای کنترل بهای خواربار و مواد سوختی ایجاد شود. اگر موضوع همچی باشد امارت اسلامی افغانستان بر از این توجه میکنن و ما از تجارای محترم میخواییم که احتکار حرام است و کار خوبی نیست. باید افغانستان روزای خیلی سختی را سپری میکنن، باید کوشش کنن که چقدر وس و یا توان دارن باید نرخ پایین باشن، نه که از احتکار کار بگیرن و ملت ما دچار مشکل باشن. در حال حاضر اقتصاد افغانستان در کش و قوس تازه قرار گرفته. از یک سو به دلیل حفظ بهای پول افغانی زمینه باز شدن کامل بانک ها وجود ندارد، اما در سوی دیگر به دلیل نبود پول در بازارها میزان فقر و چالش های اقتصادی رو به افزایش است. سرپرست وزارت سعدسام کارش را به گونه رسمی آغاز کرد. در مراسم معرفی قلندرآباد یکی از رهبران ارشد طالبان میگوید که پس از این از وارد شدن داروهای بی‌کیفیت جلوگیری میکنند و از جامعه جهانی هم میخواهند که افغانستان را در کار مبارزه با اعتیاد کمک کنند. فرشاد داریوش گزارش میدهد. مراسم معرفی سرپرست وزارت صحت عامه. در این مراسم شماری از چهره های ارشد رهبری طالبان هم شرکت کردند. شهاب‌الدین دلاور از کم توجهی به سکتور درمانی کشور انتقاد میکند و میگوید که پس از این اجازه نخواهند داد تا داروهای بیکیفیت در کشور وارد شود. چه موقعی تاس ملک تا سخت غیر معیاری دوای واردیگی او داس دوا واردیگی چې په جای دی باندې چې مریض لپاره علاج سی غته څلور پنځه مراده نور پیدا کی و دې باره کې مسؤلیت ته دی رهبری دی صحت عامه دی وزارت. این چهره ارشد حکومت جدید از جامعه جهانی می خواهد که افغانستان را در بخش‌های درمانی همکاری کنند. به ویژه در مورد درمان معتادان و بدیل معیشت از بحر ریشه‌کن کردن کشت کوکنار در افغانستان. سرپرست تازه گماشته شده در وزارت صحت عامه هم اطمینان می دهد که تلاش های جدی را برای بهبود وضعیت سکتور صحی کشور خواهد کرد. یا عامی روختی وزارت لومړی ورځ څخه چې د افغانستان اسلامی امارت په افغانستان کې حاکم شو، د روغتیا د برخې د نړیوالو همکارانو سره دوامداره لیدنې کتنې کړې، تر دې چې د روغتیا د سکتور د بین المللي همکارانو وهڅوي چې د افغانانو سره د روغتیایي مرستو ته ادامه ورکړي او د بشري ناورین څخه مخنیوی وکړي. برخی از شرکت کنندگان نیز در این برنامه از جامعه جهانی و نیز سازمان ملل می خواهند که مردم افغانستان را در این وضعیت تنها نمانند و کمک های بشردوستانشان را ادامه دهند. امرای افغانه اعانت بکنین وقتی که او حکومت فاسد بودن، در او وقت شما اعانت و کمک میکدین از سازمان ملل، از دیگر مؤسسات خیریه جهان، علی که امن به افغانه آمدن، در وزارت صحت، برای وزارت صحت، برای وزارت معارف و دیگر وزارت
که او مربوط به سیاست نمیشه، او مربوط به مردم افغانستان میشه. مرد بچهی ده پار نیوشه، ده اسلام ده خدمت او ده ملک ده خدمت. بس ده اسلام خدمت بکیجی او ده ملک خدمت بکیجی. اگه بسه که چی نیه ده اسلام خدمت کری نیه ده ملک خدمت کری. پیشتر هم سازمان صحی جهان از سقوط وضعیت صحی در افغانستان نگرانی کرده و هشدار داده که اگر کمک فوری برای نظام بهداشتی افغانستان نشود، این نظام در معرض سقوط قرار می گیرد. آل هم چند خبر کوتاه از جهان. با انتخابات پارلمانی آلمان که قرار است فردا برگزار شود، دوره نخست وزیر 16 ساله آنگلا مرکل نیز پایان خواهد یافت. نظرسنجی های پسین نشان می دهد که برای اولین بار در 15 سال گذشته حزب چپ میانه از حزب محافظه‌کار خانم مرکل پیشی گرفته است. در حال حاضر سه حزب معتقدند که خواهند توانست برای شرکت در ائتلاف کرسی های کافی در پارلمان به دست آورند و نخست وزیر بعدی را انتخاب کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که در 4 روز آینده واکسیناسیون حدود 70% از جمعیت ایران در برابر ویروس کرونا تکمیل می شود. از زمان روی کار آمدن آقای رئیسی واردات واکسن در ایران سرعت گرفته و حتی ممنوعیت واردات واکسن فایزر آمریکا هم لغو شده است. تا کنون 1/5 شهروندان ایرانی یعنی حدود 19 میلیون نفر واکسن شدند. با وجود هشدارهای آمریکا، ترکیه قصد دارد خرید سامانه S-400 را ادامه دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با CBS گفته که در آینده هیچ کشوری نمیتواند در سیستم‌های حفاظتی این کشور دخالت کند. خرید سامانه‌های موشکی ضد هوایی S-400 توسط ترکیه باعث ایجاد بحران در روابط انقره و واشنگتن شده است. در مهمترین های ورزش، از پیروزی یما سعیدی مشتزن حرفه‌ای کشور برابر حریف فرانسویش، همچنان در مورد رقابت نصرت حق پرست در سازمان مبارزه های آزادی UFC که قرار است بامداد فردا برگزار شود. در کنار این، از رقابت های فوتبال 15 سال در کابل، فوتبال بوندسلیگای آلمان و نیز جام جهانی فوتسال هم خواهیم گفت. در این بسته تصویری، یما سعیدی مجزن حرفه‌ای کشور هوارد کاسپولایت حریف فرانسویش را مغلوب کرد. این رقابت بر سر معتبرترین کمربند قهرمانی بوکس اروپا برگزار شده بود. یما در پایان 12 راوند با امتیاز برابر حریفش به پیروزی رسید. این مجزن حرفه‌ای کشور تاکنون 20 پیروزی و تنها 2 شکست در کارنامه خود دارد که در 7 رقابت حریفانش را ضربه فنی کرده است. سعیدی همچنان عنوان دومین مجزن برتر آلمان را در اختیار دارد و در میان 1491 مجزن حرفه‌ای جهان در جایگاه 31 قرار دارد. حریف یما 19 پیروزی در کارنامه اش دارد و با این رقابت 9 شکست خود را برابر مجزن از افغانستان تجربه کرد. نصرت حق‌پرست نماینده مبارزه های آزاد افغانستان در معتبرترین سازمان مبارزه های آزاد UFC بامداد فردا برابر حریفش دانیال پریستون هوکر از زیلانت جدید وارد قفس مبارزه خواهد شد. حریف 31 ساله حق‌پرست 30 مبارزه حرفه‌ای برگزار کرده است که 20 پیروزی و 10 شکست در کارنامه دارد. در برابر حق‌پرست 26 ساله 16 بار وارد قفس مبارزه های آزاد شده است که 13 پیروزی و تنها 3 شکست در کارنامه دارد. گفتنی است این رقابت در لاس وگاس آمریکا برگزار خواهد شد. بازی‌های هفته 6 فوتبال بوندسلیگای آلمان شب گذشته با برگزاری یک دیدار آغاز شد. بایرن مونیخ بیرون از خانه به مساف گریترفورد به میدان رفت که در پایان با حساب 3-1 حریفش را در این دیدار شکست داد. در ادامه رقابت‌های این هفته، امشب طلای پوشان دورتموندی بیرون از خانه بورسیا مونشنگلادباخ را در پیش دارد. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها بایرن مونیخ با 16 امتیاز صدرنشین است. 8 تیم را یافته به دیدار 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتسال مشخص شد. در ادامه رقابت‌های مرحله 1/8 شب گذشته 3 دیدار برگزار شد. ابتدا ایران در یک بازی نفسگیر با حساب 9-8 ازبکستان را شکست داد. در دیدار تماشای دیگر این شب هم پرتغال از صدر سربستان گذشت. دو تیم در وقت‌های قانونی با تساوی 2-2 برابر هم رضایت دادند، اما در وقت‌های اضافی پرتغال با حساب 4-3 از صدر
حریف خود گذشت و راهی دور بعد شد. در بازی همزمان نیز اسپانیا 5-2 جمهوری چک را در هم کوبید. در بازی های مرحله یک چهارم مراکش برزیل را در پیش دارد. روسیه به مسافه آرژانتین وارد زمین خواهد شد. ایران برابر قزاقستان و در دیدار مهم هم پرتغال با اسپانیا روی خواهد کرد. مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی فوتسال از فردا با برگزاری دو دیدار پیگیری خواهد شد. در ادامه لیگ فوتبال زیر 15 سال کابل دو دیدار برگزار شد. در نخستین دیدار تیم‌های متحد افغان و سبون به مسافه هم رفتند که این بازی با پیروزی 7-1 به سود تیم متحد افغان پایان یافت. در دومین دیدار نیز تیم جوانان کابل 6-1 مقابل حبیبیانا به پیروزی دست یافتند. در ادامه این مسابقات دوشنبه حبیبیانا با اتحاد و جوانان کابل با متحد افغان صف آرایی خواهد کرد. ممنون که بیننده خبر 5:30 بودید. شامتان خوش. خدا نگهدار.